اولین نشست وزیران خارجه کشورهای عضو بریکس در روسیه برگزار شد. در این نشست وزیران خارجه بریکس در مورد همکاری‌ها در چارچوب بریکس و مسائل منطقه‌ای و جهانی بحث کردند. افغانستان در حال حاضر با بسیاری از کشورهای عضو بریکس روابط تجارتی دارد و فعالیت‌های این سازمان نیز بر همکاری‌های تجارتی متمرکز است. از این رو امارات اسلامی می‌خواهد تا عضو این سازمان شود. امارات اسلامی افغانستان میخواهد عضو فعال جامعه بین المللی باشد و خوشبختانه حضور ما در سازمان های منطقه‌ای مثل اکو سارک قابل توجه است. همچنین ما خواستار عضویت در بریکس هستیم چون تعاملات اقتصادی گسترده با کشورهای عضوی سازمان داریم و عضویت افغانستان میتواند مبادلات گسترده اقتصادی را بین ما و کشورهای تاثیرگذار منطقه در پی داشته باشد. شماری از آگاهان نیز میگویند که افغانستان در حال حاضر عضو برخی از سازمان‌های اقتصادی منطقه‌ای است، اما برای عضویت در این سازمان نیز امارات اسلامی تلاش کند. همه از اینا را دعوت کنیم در افغانستان تا اینا بدون از اینکه رقابت قاتلانه امری که داشته باشند رقابت کنند به منظور رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی افغانستان و آرامش افغانستان و رسیدن افغانستان به سوی یک تفاهم کلان ملی. شرکای عمده تجارتی و اقتصادی افغانستان در این نشست شرکت می کنند. فرصت خوب پیش می آید در قسمت گسترش تجارت دو جانبه افغانستان و مذاکرات بیشتر تا به این نتیجه برسیم که شرکای تجارتی افغانستان بیشتر از افغانستان چی توقع دارند و چی می خواهند. در اولین نشست وزیران خارجه کشورهای عضو بریکس، ایران نیز به عنوان یک عضو رسمی در آن اشتراک می کند. در دیدارهای دو جانبه ای که در حاشیه این نشست برگزار میشه با کشورهای مختلف عضو بریکس موضوعات دو جانبه منطقه‌ای و بین المللی رو مورد بررسی قرار بدیم. روز بعد هم که مجموعه کشورهای در حال توسعه نشست اضافه میشن به نشست کشورهای عضو بریکس، اون هم یک نشست مهم و قابل توجهی هست. بریکس نام گروهی از کشورهای به رهبری قدرت‌های اقتصادی نوظهور است که عنوان اختصاری آن از حروف اول نام انگلیسی کشورهای برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی گرفته شده است.